سلامی چوب بوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره در برنامه های ایران فردا و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم برنامه امشب جمعه 22 تیر ماه ایرانی برابر با 12 ژوئیه 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر تازه‌های از ایران منطقه و جهان خب کماکان واکنش ها به نوع و مواجهه ی آقای پزشکیان با ارکان اصلی حاکمیت دینی مورد تحلیل و نقد و بررسی است مشخصا یک سخنرانی تازه ی ایشان که جمعی از کسانی که حضور داشتن حالا بگم حامیان ایشون ارادتمندان ایشون یا حامیان گفتمان جنبش سبز یا طرفداران آقای میر موسوی بودند به یک باره با شعار یا حسین میرحسین ایشون رو در واقع آچمز کرده بودند و به گونه ای که هیچ واکنش مشخصی هم نشان نمیداد. گوشه ای از این بخش رو میبینیم بعد بایستی بخش دیگری از مطالب مطروحش رو هم ببینیم که من یک تحلیلی ارائه کنم گوشه ای از یک حرکت غیر منتظری رو می دیدیم که توسط برخی از هزار در, در واقع کسانی بودن که برای ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان کار کرده بودند جمع اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران بودند که در سالن اجلاس برگزار شده بود و شهروندان این شعار یا حسین میر حسین رو که چندی است البته از پس از حصر آقای میر حسین به دفعات بیان میشد از تلویزیون که پخش مستقیم داشت اینم پخش شد حالا خود رو این موضوع یک مطلب کوتاهی دارم خب ایشون هم یک جوری خیلی خاص سکوت کرد خواستم مگم یک کم نجیبانه بود یک جوری نه موضعی گرفت نه حرفی زد و یک جوری زبان بدن به قول انگلیسی ها اون بادی لنگویج اون آناتومی زبان به گونه بوده که شما هم حق دارید و من در این رابطه مشخص کاری از دستم بر نمیاد یعنی بی که به زبان آورده باشه این مطلب در سیمای مستعت... مستعصل در رفتار مزتر ایشان در واقع آشکار بود معین بوده ضمن که خب در این رابطه مشخص ایشون قول هم نداده بود و بدین روی چون میدونست از دستش کاری برده میاد تأکیدی هم نمی کرد قولی هم نداد اما به گونه حس مظلومیت در برابر این شعار گرفته بود که گویی یا همدل و همسوه با جمعیتی که شعار یا حسین میر حسین سر میدادن خب این شعار اساسا در اوائل امر شعار یا حسین میر حسین به نحوی از آنها اشاره تأکیدی داشت بر حقانیت گفتمان جنبش سبز و میر حسین و تقلب انتخابات و مسائل از این دست بعد از مدتی در سال 92 به این سو بیان شعار یا حسین میر حسین لزوما بر تبیین گفتمانی تاکید نداشت کلید بود برای در واقع کلید مطالبه آزاد شدن این محصوران بود وقتی شعار یا حسین میر حسین در تجمعات انتخاباتی حسن روحانی باب شده بود به طور مشخص البته قبلش مطرح بوده اون قبلیه گفتم گفتمانی بوده اون رو در اردوگاه حق می انگاشتن. پس از آن یک کلید واژه شده که حداقل از حکومت اسلامی خواهان رفع حصر مثلا اینها هستیم و آقای پزشکیانم در یک واکنش خیلی خاصی من شاهد بودم که واماندگی استیصال استرار رو در سیمایشان میدیدیم و هیچ حرفی هم نزد گویا همون گونه که اشاره کردم میخواست بگه که با شما همدلم از دست من کاری بر نمیاد و مردم هم این زبان رو میخونن ولی پیام رو هم میدن به بالا دستی ها حالا اینجا خودش میتونه بازم تحلیل های بطنی دیگری هم داشته باشه که اساسا چه شد صدا و سیما معمولا خیلی از پخش مستقیمه ها رو امکان اینکه در لحظه کات کنه هست یعنی شعارهای اولیه که از یا حسین میر حسین به گوش میرسید خیلی مفهوم نبود بعدها با امتدادشه که مفهوم میشه ولی صدا و سیما اون رو پخش میکنه اینجاست که دیگه تحلیل های تازه تر به ذهن مخاطبان ایرانی میرسد که آیا پزشکیان واقعا در شما و در شکل و در سیمای گرباچوف روسی برای نظام ولایت فقیه میخواد عمل کنه نه خود پزشکیان روزی روزگاری میگفتن نه رئیس جمهور ایران خطاب با خاتمی میگفتن نه ایشون گرباچوفه نه ایران شوروی آن زمانه اما الان گویا گرباچوف سازی ارادی توسط مقامات بالادستی دستی نشانه هر از گاهی به چشم می آید و الا این میزان حمایت و مهر و مدارا با نامزده جبهه اصلاحات تا حدودی بعید می نمود خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با همین زمینه و مضمون در روز چهارشنبه سردار حاجی زاده مطلبی رو در روزنامه جوان نوشته بود اینجا هم اون مطلبی رو که قبل گفتم در واقع پشتیبانی می شود. در واقع اسناد مصرحه هست مصداقی است که تایید میکنه تحلیل این جانب رو به نحوی از آنها سردار حاجی زاده خب یک از شخصیت های عالی رتبه نظامی است اتفاقا نمایندگی میکنه اون ابعاد رادیکال رو یعنی انتظار میرفت که با جلیلی ها هم نشینی و هم ها داشته باشند اینجا یک رمزگشایی بزرگی رو میطلبه اول ببینیم آقای حاجیزاده اصلا چه گفت تأکید کرد که نبایستی به رأی پزشکیان خدش وارد بشه یعنی در برابر جریان جلیلی که آمدن این قلت وارد کنند به آرای آقای پزشکیان و همینطور به پایگاه آرای پزشکیان که بخشش رو قومی خانده بودند سردار حاجیزاده وارد میدان شده اینجا اون خط دومی است که میگم بخشی از نظام من که از روز اول میگفتم پزشکیان نامزد نظامه حالا نظام به طور کلی چه پروژه ای داره داریم گام به گام واکاوی میکنیم این بخش دوم مطلب پیشینی منه که حمایت همه جانبه از پزشکیان به میزانی لازم اجازه دادن برای نقد بیشتر چون آقای پزشکیان تنها نماینده بودی که زمانی که مجلس هم بود و نائب رئیس هم بود به نحوی از آنها یک مقدار اجازه نقد بیشتر از سایرین داشت با همون کرکتر و شیوهی که داشته این مسیر مستمر الان امیر علی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به طرفداران سعید جلیلی نامزد شکست خورده و سلگرایان در انتخابات هشدار داد که نباید به رأی مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب خدشه وارد کنند حاجی زاده در یادداشتی در روزنامه جوان که خب وابسته به سپاه هست آگاهی دارید نوشت که پزشکیان رئیس جمهور کل ملت و تک تک مردم ایران و مورد حمایت نیروهای انقلاب است کم نزیر بود این میزان حمایت خیلی جالبه و نیروهای انقلاب باید از هر گونه اظهار نظر درباره فرایند انتخابات و میزان رأی ایشان که خلاف این حقیقت مسلم رو نشان دهد پرهیز کنند ایشان در این زمینه بدون اشاره مستقیم به طرفداران سعید جلیلی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت رو باختند حتی با آنها گفت که اگر مطلبی در نقد رفتار طرفداران پزشکیان می نویسند نباید چون این مطالبی به معنای خدشه و رأی رئیس جمهور پیروز تلقی شود ایشان تأکید کرد که پزشکیان فقط رئیس جمهور 16 میلیون رأی دهنده نیست بلکه امروز رئیس جمهور 85 میلیون نفر است و همه ملت و مسئولان باید از او برای اجرای برنامههای های وسیع کشور کمک کنند خب خیلی نکته قابل تعملی بوده که اشاره کردم یک جدال هایی در جریانات جلیلی ها و اصلا من در بردم های پیشینم گفتم که آقای خامنه ای در یکی از دلایل احتمالی که حمایتش رو به سمت پزشکیان میاره ایشون خوب آگاه هست که جریان مسباهیزم و جریان پایداری ها به هنگام خروش برخیش بسیار بیرحمتر و نانجیبتر از جریان رفرمیست ها و اصلاح طلبان هستند آقای خامنی تجربه محمود احمدی نژاد رو داره اینم یک تجربه طلایی شد براش تمام سیب اعتبار رو در روزی روزگاری برای احمدی نژاد خرج کرده بود و در چهار سال نکشیده احمدی نژاد بر سیمای ولایت چنگ انداخت ده ها کاری کرد که دیگه همگان آگاهید نامه رو در زیر کشوب یا نگر داشت یازده روز سرپرستی وزارت اطلاعات و روبودن اسناد چارده روز قهر کردن و خانه نشینی. اینها رو آقای خامنی داره و میدونه که این تیف نوکیسه و نورسیده ترند اما خروشنده تر و بیهیاترند و گستاخترند در تمکین به آقای خامنه ای از این منظر این مهندسی انتخابات رو خیلی حرفه‌ای مدیریت کرد خیلی حرفه‌ای مدیریت کرد که من حالا به ده ها زبان تحلیل کردم اصلا رد شدن علی لاریجانی زمینی که علی لاریجانی هم این شانس رو داشت اگر پزشکیان نمی بود آرای طبقه ای از اصلاح طلبان کلاسیک رو پشت خودش رو داشته باشه اما علی لاریجانی شانس پزشکیان رو در جذب آرای اصلاح طلبان نداشت علی لاریجانی شانس پزشکیان رو در جذب آرای خطه شمال ایران نداشت همه چیز حساب شده بوده به دور دوم کشیدن آقای جلیلی ضمن اینکه میتونه ابزار مهار آقای پزشکیان باشه توسط بیت که ببینید الان آقای حاجیزاده این گونه سخن میگه اما پزشکیان اگر باید خیلی هم جلوتر بری این رو بدون که با رقیبت دو سه میلیونی تفاوتی بیشتر نداری یعنی مسیر بسیار محاسبه شده ای بوده که به این نقطه رسیدند آقایون بله این نکات آقای حاجی زاده هم برای من قابل تعمل بوده خود آقای من دو تا مطلب از آقای خود آقای پزشکیانم بشنویم یک جاهای یک نکاتی گفته در همون سخنرانی تقدیر از اعضای ستاد انتخابات تهران جایی که بیان میکنه که در ضرورت عدالت و رفع تبعیض عباراتی به کار میبره که زدین زد و نقیزین هستن و اساسا تبعیض آشکار در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است اما این میزان به کارگیری این عبارات اوریان باز قابل تعمل میکنه یک روزی روزگاری بله ما میگفتیم زن و مرد تبعیز اقوام نباشه تبعیض ایدئولوژیک نباشه ایشون دیگه به زبان میاره که مسلمان و غیر مسلمان اینجا که با اون گرباچوفیزمی که من اشاره کردم گویا مقداری سکولاریزم خفیف رو بالا دستی ها خودشون دارن تجویز میکنن کوتاه ببینیم اظهارات آقای پزشکیان رو اگر حق همه رو بپذیریم و در اختیارشون قرار بدیم و حقشون رو نخوریم حقشون رو نخوریم چپ راست مذهبی غیر مذهبی مسلمون غیر مسلمون زن مرد جوون تیر اگر ما این کار رو با مردم بکنیم که اما ناراضی میشه خب بخش های از اظهارات آقای پزشکیان رو دیدیم و شنیدیم البته شما بینندگان عزیز در شهر شبکه ها محتملا زودتر هم اطلاع یافتید این برای تبعین و ارائه بخشی از تحلیل ناگزیر به استفاده تازه این مطلب بودم ببینید آقای پزشکیان اینجا ضمن اینکه بر ضرورت رفع تبعیض در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تایید میکنه حتی مسلمان و غیر مسلمان رو خواهان حق برابر میشه براشون اینو از اون نکاتی است که من اشاره کردم در رمزگشایی ها و راززدایی ها از ساحت تحلیل بیشتر قابل تعمل می نماید خود پزشکیان کسی نیست که بتونه این میزان قدرت داشته باشه که وارد چون این بشه جمهوری اسلامی هم حتی در دولت محمد خاتمی که حقوق بازنشستگی بخشی از بهاییان رو برگردونده بودند در علن امکان بیان علنیش رو نداشتند که مثلا حقوق همه باید برابر بشه اگر حق زن رو بدیم اگر حق مرد رو بدیم مرد و زن برابر باشن خب این یکی از مطالبات اصلی جامعه نسل جدید ایرانی حقوق برابر زنان و مردان اگر اسلام مسلمان و غیر مسلمان این ادبیات ادبیات تازه هست این ادبیات ادبیات مجوز گرفته هست این تحلیل کلی این جانب هست خبرها و نظرها رو دنبال می با دیگر مطالب منتخب یک نامهای توسط آقای عبدالله ناصری آقای ناصری رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده بعد از آقای وردی نجات در دولت محمد خاتمی خب آدم نسبتا خوشندیشیه یعنی در طیف اصلاح طلبان اصلاح طلب دیگه حکومتی نیست اصلاح طلب راستینه به گمان این واژه واجی راستین رو که میگم یعنی نمی لغزه گفت رعی نمیدم دو دور هم رأی نداد اما نامه ای زد به پزشکیان تو اون حاوی نکات بسیار قابل توجهی بوده که بیمیل نیستم گوشه از اون نامه رو از زبان آقای ناصری بخوانیم ببینیم در پس پشت پرده این کارگزاران آگاه به ساختار قدرت چه پیامهایی وجود دارد و میگذرد آقای عبدالله ناصری تاهری استاد تاریخ اشاره کردن مدیر عامل اسبق خبرگزاری دولت کمون ایرنا باشه هستش در متنی خطاب به پزشکیان با اشاره به اخراج دختر میر موسوی از دانشگاه نوشت از یاد نبرید آنانی که به سهولت بیگناهان را اعدام می کنند. از اعدام آرزوی شما باکی نخواهم داشت به هر روی در جنبش زن زندگی آزادی بیگناهانی مثل محسن شکاری اعدام شدن نوید افکاری بیگناه اعدام شده این رو همه نظام میدونه این رو آقای محمودیان میدونه که رأی نداد خود عبدالله ناصری میدونه که رأی نداد بیگناهانی بودن که اعدام شدن خطاب به ها میگه که میگه که خیلی میخوای تمکین گرایانه بری جلو خیلی بخوای انعطاف نشون بدی اینها تو رو هم زمین میزنند از اعدام آرزوهای تو هم باکی ندارند به قایت هوشمندانه بود بیمیل نیستم گوشی از اون رو بخونم ایشون خطاب در این نامه اشاره میکنه که هم دانشگاهی قدیمی و دوست عزیز ضمن تأکید سریح و مجدد بر رأی ندادنم خود این یک شجاعت ستودنی است به سبب ابتزال مطلق حکومت دینی در تهران نشسته این مدل گفتمان ها رو بایستی اجر نهاد این مدل گفتمان ها رو در راستای استفاده از در واقع ابزار و ظرفیت برای گذاره از جمهوری اسلامی بایستی پاس داشت خب میگه که زمن تأکید سریح و مجدد بر رأی ندادنم به سبب ابتزال مطلق حکومت دینی و ضرورت گذار به جمهوری سکولار یعنی رسما میگه که حکومت غیر دینی بایستی ایجاد بشه نمیتوانم خوشنودی خود رو از باخت رقیب بی تمدن و با ذهن زنگ زده که بی تردید برایند دو مدرسه انجمن حجتیه و پایداریزم مسباهی و بسی خوفناک است پنهان کنم نگفت از پیروزی تو خوشحالی میکنم گفت نمیتوانم خوشنودی خود را از باخت رقیب بیتمدن که برآمده از مکتب فرقه مسباهی هست نمیتونم پنهان کنم خیلی هوشمندانه این نامه تنظیم شده و این نکته ای بوده که خود عبدالله ناصری رو به رأی دادن وا نداشت اما جمع بیشماری از مرددین رو حدودا نهونیم تا ده درصد از ایرانیان رو به پای صندوق های کشان در دوره دوم ترس از تفکر مصباحیزم و جلیلیه اشاره می کند بنده که به آشنایی با شما از قبل از پیروزی انقلاب مفتخرم دعاگوی توفیق نسبی جنابالی هستم توفیق نسبی عبارات خی... یکی از ویژگی های گروه های اصلاح طلب همینه بسیار اشراف دارند. بر متن واژه و ادبیات سیاسی به من کسی که به روی با آقای تادزاده کار کردم این خاصیت در خود من هم نهادینه شده در نوشتن در بیان انتخاب واژه بسیار سعی داریم که با دقت بالا ادای معنا کنیم علا میگه که مفتخرم که دعاگوی توفیق نسبی جنبالی هستم و آرزو میکنم از دلشکستگی اکثر مردم ستم دیده ی ایران کم یا بیش جلوگیری کنید و در ادامه به اخراج دختر میرحسین موسوی اشاره میکنه و میگه که از یک سو دستور توقف هر از و نصب را میدهید و از سوی دیگر دختر رهبر جنبش سبز دکتر زهرا موسوی رو به رغم شایستگی علمی از دانشگاه از زهرا اخراج میکنند اجازه ندهید قبل از آغاز کار رسمیتان تان دهندگان به شما معیوز شوند اجازه ندهید با تکرار سخن پوچ تداوم راه رئیسی دل شما را خالی کنند خلاصه متن خیلی عالی بوده من توصیه میکنم به سایت ها دسترسی دارید چون ادامه داره این متن یه جایی بهشون هشدار میده میگی که اینا کسی هستن که تو قتل های زنجیری اشاره میکنه به اون شده که آقای خاتمی تمام قد استادگی کرد برای برکناری وزیر اطلاعات میگه اگه این مسیر رو نری تو رو میخورن و اینها در اعدام بیگناهان دست باز دارن در اعدام رویاهای تو بیباکن خیلی متن عالی بود و همه اینها نشانگر اینه که همگان میدانند که پزشکیان راهی نمیتونه بره بی ازن و اراده بالا دستی ها میگه حالا که این موقعیت رو به دست آوردی مفت نباز توصیه است که هر انسان آزاده میتونه به ایشون داشته باشه خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب نگاهی داشته باشم به برون مرزهای ایران آقای پوتین، زلنسکی، ماجره های بایدن، انتخابات امریکا اما قبل از اینها یک مطلب کوتاه اشاره بکنم که دیداری که آقای پوتین و آقای قالیباف داشت و آقای پوتین میگوید اطمینان دارد روابط تهران و مسکو در دولت جدید ایران گسترش خواهد یافت ولادیمیر پوتین گفته اطمینان دارد روابط میان مسکو و تهران طی دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان کماکان گسترش خواهد یافت. پوتین در حاشیه اجلاس بریکس در سن پترزبورگ با قالیباف رئیس مجلس دیدار داشت و حسب همین گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس ایشان گفت که روابط میان کشورهای ما به طور موفقیت آمیزی در حال گسترش است. سپس با اشاره به انتخابات اخیر ایران که به پیروزی پزشکیان منجر شد گفت که مایلم که ابراز امیدواری کنم و تردیدی هم ندارم که روابط ما بین ایران و فدراسیون روسیه همانند دوره ریاست جمهوری رئیسی که در مرگ او همه ما سوگوار شدیم همچنان گسترش شود خب من اینجا چه نکته میخواستم بگم که مطلب رو اجرا کردم خب اصلا که مشخصه یک شبهه پیش اومده بوده من وقت وقتم به انتها رسیده متاسفانه اصلا در حوزه سیاست خارجه قرار نیست چیزی تغییر کنی حالا پوتین میخواد اظهار امیدواری بکنه که همین رابطه بقرار خواهد بود یا دست پزشکان که قرار نیست در حوزه سیاست قا خارجه ایفای نقش بکنه این سیاست برای مجامع بالادستی است الا اینکه بخشی از این نگرانی های پوتین و کرملین که بعد از قتل و مرگ آقای رئیسی در اشکالی خودش رو نشون داد حاوی حفره های مبهمی است و حاوی نکات نهانی است که حتی آقای باغری کنی هم رفته بود همین وعده رو داد نگران نباشید آقای پوتین ارتباطات کماکان برقرار خواهد موند اینجا اون نکته است که گزارش های حکایت داشت که آقای رئیسی به طور پ... چجوری آقای قاسم سلیمانی توسط کرملین احضار شد و نبرد نیابتی در شامان رو در شامات رو ایجاد کرد و ظریف با عبارت گفتمان دیپلماسی و میدان قاسم سلیمانی رو مزاحم میدانست رئیسی هم بنابر روایتی جذب کرملین و پوتین شده بود و بنابر گزارش هایی که چه بسا حذف ایشان به علت نزدیکی بالای به کاخ کرملین بوده و حتی سوگواری کرملین نشینان بیش از مقامات جمهوری اسلامی بود البته اینجا هزار نوته باری طرز مو اینجاست اگر بخواد تحلیل بشه بایستی خیلی گزاره های مختلف رو من بررسی کنم متاسفانه گفتم وقتی من به انتها رسیده تک مطلبی که بی میل نبودم اشاره کنم لغزش های زبانی مکرر آقای جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که مجدداً زلنسکی رو پوتین میخواند و معاون خودش رو هم ترامپ میدید و علا رقمه که خیلی از اعضای ارشد احزاب حزب دموکرات آمریکا خواهان کنارگیریشون از این دور رقابت ها هستن ایشون کماکان اصرار داره که بر سریر قدرت بماند در سن 81 سالگی چه درست میگفت صاحب تبریزی که دل تن, چو پیر،, تن چو پیر, گشت هرس جوان میگردد خواب در وقت سهرگاه گران می گردد و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجاد به پایان می رسد تا درودی دو دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود